خانم آراسه از آخرین واکنش ها برامون بگید. آخرین واکنش ها یکیش برایان مس نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان بود که خودش کهنه سربازی است که در عراق خدمت کرد و دو پاش رو در این دور از خدمت نظامیش در عراق از دست داد. در ایکس نوشت اگر نانسی پلوسی و سایر دموکرات ها به قصدی که داشتن می رسیدن و ارسال سلاح های آمریکا به اسرائیل رو قطع می کردن و نصرالله همه تروریست های بی ارزشی که در هفته گذشته حذف شدن از زنده می بود و غیر نظامیان رو میکشتن. سناتور جمهوری خواه راجر ویکس هم در واکنشی در ایکس نوشت امروز آمریکایی ها به دلیل حذف نصرالله جنایتکار جنگی در مکان امتری هستند و به این دلیل جهان متمدن مدیون اسرائیل. مایک والز هم شنبه در که نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان هست، شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس در مورد اوضاع خاورمیانه گفت در حالی که همزمان با تحولات جاری حوثی‌های تحت حمایت تهران دست از حملاتشون نکشیدند و همینطور ده‌ها موشک و پهپاد به سوی کشتی‌های آمریکا در دریای سرخ شلیک کردند و رفت و آمد کشتی‌های تجاری رو جهانی رو مختل می‌کنند، دولت بایدن هریس قادر به مدیریت و توقف این شورشیان نیست و اینطور استدلال کرد. با هم بشنویم. That's because we're busy dealing with Iran's proxies. میدونید چرا؟ برای اینکه ما مشغول و گرفتار مقابله با نیابتی‌های ایران هستیم، نه مقابله با هسته اصلی مشکل که خود حکومت تهرانه. مایکل مکول رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم در بیانیه در ارتباط با اوضاع منطقه گفت حزب الله رو یک سازمان تروریستی وحشی مورد حمایت ایران توصیف کرد که برای چندین دهه مردم در سراسر خاورمیانه جهان از جمله صدها آمریکایی و رو قتل عام و معلول کرده و مکول اضافه کرد نصرالله برای بیش از 30 سال که رهبری تروریست‌های حزب الله رو به عهده داشت به اسرائیل حمله کرده، لبنان رو بی ثبات کرده و به عنوان متحد بشار اسد و جمهوری اسلامی و روسیه مردم سوریه رو به قتل رسونده. نصرالله و دیگر رهبران حزب الله که در هفته‌های اخیر حذف شدند به از قول آقای مکال دستشان به خون هزاران نفر آلوده بود و جهان بدون این تروریست‌های شیطانی بسیار امن‌تر هست. آقای مکال در پایان اضافه کرد که اسرائیل درگیری رو تشدید نکرد. از زمان حمله وحشیانه هفته اکتبر حماس حزب الله اسرائیل رو تقریبا هر روز مورد حمله قرار داده و آمریکا هرگز حملات مدام به میهن ما رو تحمل نمی‌کنه و اسرائیل هم بنابراین نباید این حملات رو تحمل بکنه و حزب الله باید فوراً از قطعنامه شورای امنیت تبعیت بکنه، از جمله دور کردن تروریست‌های خودش از مرز با اسرائیل و توقف کامل حملات موشکی و ایالات متحده هم باید شانه به شانه اسرائیل بایسته، از جمله تجهیزات دفاعی و پشتیبانی نظامی رو همزمان با تلاش اسرائیل برای بازگرداندن امنیت خودش فراهم بکنه برای اونها. مایک جانسون رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و چند تن از رهبری جمهوری‌خواه در مجلس هم در یک بیانیه مشترکی داشتن که در اون حکومت حسن نصرالله رو بر پایه خونریزی، ظلم و وحشت توصیف کردن که شکل گرفته و اضافه کردن که او دست نشانده رژیم ایران و یکی از وحشی‌ترین تروریست‌های روی کره زمین و بزدلی بود که برای انجام حملات خودش پشت زن‌ها و کودکان پنهان شده بود. به لطف مردان و زنان شجاع ارتش اسرائیل عدالت برای قربانیان اسرائیلی جنایات فجیع او و خانواده‌های اونها و ایالات متحده برقرار شد و اضافه کردند که جهان بدون او جای بهتری است و از دولت بایدن هریس خواستند که با درخواست‌های غیر مولد خود برای آتش‌بس و کمپین فشار دیپلماتیک علیه اسرائیل خاتمه بدن و اضافه کردن مرگ نصرالله یک گام بزرگ رو به جلو برای خاورمیانه است و پیروزی امروز باید برای صلح و امنیت و آغاز حمایت قاطعانه آمریکا از اسرائیل باشه که برای حق موجودیت خودش می‌جنگه. ممنونم خانم شعله آرسه از اتاق خبررسانی آمریکا.